احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما همراه شدن. جناب علوی، با در نظر داشته این که مرحله قبل افزایش قیمت سوخت در ایران فجایعی رو به همراه داشت که منجر به کشته شدن 1500 تن و تظاهرات گسترده سال 98 بود و در حال حاضر هم این آتش اعتراضات اخیر به نوعی زیر خاکستر محسوب میشه، به رغم سوء مدیریت اقتصادی و قاچاق گسترده‌ای که در بخش سوخت وجود داره، چقدر احتمال میدید دولت چنین ریسکی رو بگیره؟ به نظر میاد که دولت بسیار نگران است از اینکه این قیمت سوخت و به طور خاص بنزین رو بالا ببره به خاطر تجربیات گذشته. منتها دولت دو راه داره، یا اینکه بگذارد که قیمت ها در سطح فعلی بماند. در این شرایط طبیعی است که با توجه به اینکه قیمت همه کالاها و همه خدمات بالا میره، این بخش که تولید میکنه یا توزیع میکنه انرژی رو طبیعتا زیان بسیاری خواهد برد و عملا ورشکسته خواهد شد، هرچند ممکنه رسما پذیرفته نشه. در اون صورت دولت میبایست با رانت پنهان بکنه این ورشکستگی ها و در نتیجه اون رانتی که به هر حال داده میشه طبیعتا میانجامه به کسر بودجه دولت و در نتیجه تورم و شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود و این دور باطل تورم، کسر بودجه، افزایش نقدینگی ادامه خواهد داد. یعنی صرف نظر از اینکه دولت هر اقدامی بکنه، اگر نخواهد بگذارد که قیمت ها بالا بره، طبیعی است که مصرف کنند شهروندان، توزیع کنندگان و مصرف و تولید کنندگان سوخت طبیعتاً پرداخت خواهند کرد، اما به شکل پنهان، به شکل تورم. منتها اگر دولت اجازه بدهد که قیمت‌ها بالا بره، در اون موقع ما شاهد واکنش های سیاسی خواهیم بود که مشابهش رو در گذشته داشتیم و در نتیجه میشه احتمال داد که دولت با نگرانی از پیامدهای افزایش سوخت خودداری کنه از این قضیه و در نتیجه میشه احساس کرد که دولت به شکل پنهان، به شکل تورمی رو که تزریق میکنه به جامعه به وسیله کسر بودجه و افزایش نقدینگی، قیمتها رو عملا بالا ببره اما بدون اینکه رسما اعلام بکنه قیمت سوخت بالا رفته. جناب علوی، عذرخواهی میکنم، شما دو مورد رو نام بردید، کسری بودجه و تورم. مشکل اساسی فعلا در درجه اهمیتی با همین میزان بحث قاچاق مواد سوختی هست. گفته میشه که 250% قاچاق بنزین رشد داشته، حدود 60% تنها در طول یک سال قاچاق گازوئیل رشد داشته. اساسا شما بگید با در نظر داشت تمامی این موارد چقدر دولت در تنگناست بین مدیریت اقتصادی و مدیریت سیاسی؟ بسیار در تگناس، نباید تردید کرد در این مورد. اما به خاطر داشته باشیم که اگر قرار است دولت مانع قاچاق بشود، این راهکار یعنی افزایش قیمت سوخت راهکار اصلی نیست. در کشورهای دیگه تجربه شده، میبایست ابتداعا اقتصاد آزاد بشه، رشد اقتصادی پیش به هر حال به وجود بیاد، تنش زدایی منطقه‌ای و به هر حال جهانی بشود و اقتصاد ایران باز بشه. در مقابل باید گزینه های مناسب برای فرزند حمل و نقل شهری یا حمل و نقل خصوصی ایجاد بشه که مصرف کننده دچار زیان نشود در هنگامی که قیمت سوخت بالا میره. بیاد بیاریم که این وسایلی که الان استفاده میشه، اهم از شخصی یا عمومی، اینها کفایت نمیکنه برای اینکه مصرف کننده بتونه علارغم افزایش قیمت ها در واقع زیان نبینه. بنابراین سیاست های دولت بسیار ناقصه، بسیار مخربه و در چارچوب حل مشکل بقای حکومت و نه رفاه شهروند. ممنونم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان و از همراهیتون با ما از استکهلم.